میدان توپخانه تهران به عنوان مهمترین محل حوادث تاریخی این شهر موقعیتی نمادین دارد و این روزها شاهد حصارکشی برای مرمت بافت قدیمی و از دست رفته و شکل سابق است. تلاش برای بازآفرینی توپخانه قدیم با وجود بعضی انتقادها میتواند روزنه‌ای برای حفظ هویت تهران باشد. در ضلع جنوبی میدان توپخانه خیابانی زنده و قدیمی برجاست که اولین خیابان تهران است و در دوران ناصرالدین شاه به شکل معابر اروپایی ساخته شد. خیابان الماسیه که بعدها به باب همایون تغییر نام داد. دروازه باب همایون همانند خود خیابان اهمیتی تاریخی دارد. حتی اگر به واسطه تخریب دروازه های تهران دیگر اثری در عبور و مرور این خیابان نداشته باشد. باب همایون تا چند سال پیش یکی از مراکز فروش کت و شلوار تهران بود. امروز نیز در نیمه دوم خیابان برخی از این مغازه ها فعال هستند. اما آنچه امروز باب همایون را بدل به پاتوقی جذاب برای خانواده های ایرانی کرده، ساماندهی غرفه های عرضه کننده خوراکی و سوغاتی های شهرهای مختلف ایران در این خیابان است. اتفاقی که شبهای باب همایون را با رنگ و نور و صدای مردم به یاد قدیم این گذر خاطر ساز کرده است. غرفه های چوبی که در دو سمت خیابان قرار دارند صنایع دستی و به ویژه خوراکیجات شهرهای مختلف را عرضه می کنند و بخش دیگر غرفه ها فروشنده انواع غذاهای ایرانی و ساندویچ هستند. در وسط خیابان میز و صندلی برای آنها که ساعتی پیاده رفتند و به دنبال لحظه آسودن هستند تعبیه شده است. در کنار غذاهای محلی و عرضه صنایع دستی، حضور گاری‌های لبو و باقل فروشی و چرخ و فلک قدیمی که مسئول آن با شمایل لوتی‌های دهه 20 تهران هنگام سوار کردن کودکان ترانه‌های قدیمی را برای آنها می‌خواند، حال و هوایی اثرگذار به باب همایون بخشیده است. از جذابیت‌های دیگر باب همایون امکان بهره گرفتن از پیشنهادهای غرفه‌دار هاست که خوراکی‌های خود را در لقمه یا اندازه‌های کوچک به بازدید کنندگان هدیه می‌دهند تا با تست کردن خوراکی‌ها بلکه برای خرید وسوسه شوند. با برداشت شدن منع تردد شبانه در تهران، با وجود نگرانی‌ها از عدم حفظ فاصله گذاری اجتماعی، بار دیگر این خیابان تاریخی که روزگاری الماسی نام داشت همچون الماسی در شبهای تهران می درخشد که گردش در آن جدای از لذت تجربه و آشنایی با غذاهای محلی ایرانی خاطر ساز است. باب همایون این روزها و شبها با حضور علاقمندان به گشت و گذار و خیابانگردی در تهران گویی از نو بدل به همان خیابان مهم عصر قاجار شده است. داریوش معمار، ایندیپندنت فارسی. ای که چو من بی